سرخط خبرها. امسال سال انضباط دقیق دانش آموزانه، چیزی شبیه پادگان‌های آموزشی نیو. آغاز سال تحصیلی در ایران با وجود نگرانی‌ها از شیوع کرونا، روحانی میگوید ثابت می‌کند دوگانه سلامتی آموزش نادرست است، مجلس تهدید به استیضاع کرد. نامه وزیر دفاع بریتانیا به وکلای نازنین زاغری، لندن بدهی 400 میلیون پوندی به ایران را پذیرفته است. صعود شاخص کل بازار سهام ایران بعد از حدود دو هفته سقوط، با وجود انکار دولت، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید بازار بورس دستکاری می‌شود. و رونق بازار هنرمندان افغان در شبکه‌های اجتماعی. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. در ایران سال تحصیلی جدید امروز در حالی آغاز شد که دولت به علت تصمیم برگزاری کلاس‌ها به صورت حضوری با انتقادهای شدیدی روبروست. حسن روحانی گفته تعطیل ماندن مدارس خواسته دشمنان است. همزمان به تصمیم ستاد کرونا در استان اصفهان، مدارس در چهار شهرستان اصفهان، خمینی شهر، فلاورجان و نجف آباد با یک هفته تأخیر آغاز می‌شود. در همین حال وزارت بهداشت ایران از مرگ 110 بیمار مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته خبر داده و گفته نزدیک به 1900 بیمار هم شناسایی شدند. فرین آسمی گزارش می‌دهد. بالاخره آن شنبه موعود آمد، شنبه‌ای که با وجود مخالفت‌ها و نگرانی‌ها مدارس باز شد. زنگ آغاز مدارس اما با حضور مجازی رئیس جمهوری و حضور واقعی دانش آموزان در بعضی مدارس آغاز شد. مسئله که موجب انتقاد از حسن روحانی شده، اینکه چرا رئیس جمهور خودش در مدارس حاضر نشده اما از دانش آموزان خواسته در کلاس‌های حضوری شرکت کنند. اما حسن روحانی پا را در یک کفش کرده و میگوید می‌خواهد چیزی شبیه پادگان‌های آموزشی در مدارس برپا کند. چیزی شبیه پادگان‌های آموزشی نیروهای مسلح. همیشه در کلاس ها و در مدرسه انضباط یک اصل بوده، اما امسال اصل مهمه، یعنی دانش آموزی که حتما باید فاصله را مراعات کند، دانش آموزی که در موقع ورود، در موقع خروج با تراکم و ازدحام نباید مواجه شود. بسیاری از خانواده ها میگویند تمایلی ندارند فرزندانشان را به مدرسه بفرستند، از جمله این پدر. مثلا چی میشد اگر ما بچه هامون غیر حضوری درس میخوندن، حالا یک سال بعد اصلا یه جوری برنامه‌ریزی میکنن که انتخابای مختلفی داشته باشه، مثلا یه عده‌ای که نمیتونن درس بخونن به صورت حضوری، خب معلم خصوصی میتونن بگیرن برن خصوصی بگیرن، یا یه عده‌ای که عملا میتونن برن مدرسه، خب برن مدرسه. این انتخابش رو میذاشتن به عهده ما والدین. الان خودشون رو با اروپا مقایسه میکنن. آخه ما کدوم چیمون شبیه اروپاست که خودتون ما مقایسه میکنید؟ تو مدرسه ای که الکل نیست، ماسک نیست، مدارس ابتدایی اصلا نمیفهمن بچه‌ها کوچیکن، درکی ندارن از نگهداری. من موندم اینا چیکار میخوام بکنم؟ الان واقعا همه تو خانواده استرس دارن، موندن چیکار بکنم؟ بفرستن اصلا بچه‌ها رو مدرسه؟ بعضیا میگن اصلا ما ولش کنیم، بذار یک سالم شده درس نخونن اصلا. حسن روحانی اما تعطیلی مدارس را خواسته دشمن و رسانه‌های بیگانه خوانده. هم دیروز چه بساطی تو این رسانه‌های خارجی، آقا متخصصین همه مخالفن مدرسه باز شه، وزیر آموزش پرورش میخواد مدرسه رو باز کنه، نه خیر آقا همه موافقن، کسی مخالف نیست. اما به نظر می‌رسد همه مسئولان موافق بازگشایی مدارس نیستند، از جمله دکتر محمد رضا ظفرقندی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، که در نامه‌ای به وزیر آموزش و پرورش درباره عواقب بازگشایی مدارس هشدار داده. علت این تصمیم غیر منتظره هرچه هست با شرایط خطیر بیماری کرونا و سلامت دانش آموزان و خانواده‌هایشان سازگاری ندارد و یقیناً موجب تحمیل بیماران بیشتر بر جامعه پزشکی، پرستاری و کادر درمان خواهد بود.
ولی اسماعیلی نماینده مجلس هم وزیر آموزش و پرورش را تهدید به استیضاح کرده. آقای وزیر آموزش و پرورش، شتاب زدگی در بازگشایی مدارس بدون تامین زیرساخت‌ها مخصوصاً در مناطق محروم به استقبال کرونا رفتن است. ایران فقط ولنجک نیست که آقازاده‌های حضرات غرق در بهترین امکاناتند. دانش آموزان مناطق محروم حتی آب برای شستن دست ندارند. منتظر سوال و استیضاح باشید. عملکرد حسن روحانی درباره مقابله با کرونا، برگزاری کنکور، عزاداری ماه محرم و حالا بازگشایی مدارس مورد انتقادهای زیادی است. پیش از این مصطفی معین رئیس شورای عالی نظام پزشکی ایران آقای روحانی را به اظهارات ضد و نقیض درباره همه‌گیری کرونا متهم کرده بود. با وجود اینکه خیلی از خانواده‌ها تصمیم ندارند فعلا فرزندانشان را به صورت حضوری به مدرسه بفرستند، بسیاری از پزشکان و کارشناسان پیش بینی می‌کنند بازگشایی مدارس موجب وخیم‌تر شدن شیوع کرونا در ایران شود. فرین عاصمی، بی بی سی. پویا قربانی همکارم که واکنش‌ها به بازگشایی مدارس رو در شبکه‌های اجتماعی بررسی کرده همراه ماست. بیشتر به ما بگو از واکنش‌ها پویا. ناجی اجازه بده واکنش‌ها رو با دو تا اظهار نظر از مقامات رسمی ایران شروع کنیم. رئیس کمیسیون بهداشت مجلس ایران گفته که نگران وضعیت دانش آموزان هستش، تاکید کرده که رعایت پروتکل‌ها به خصوص در مقاطع ابتدایی اونجور که او گفته بیشتر شبیه شوخیه و گفته ما رصد می‌کنیم و اگر شرایط تغییر کرد وارد عمل خواهیم شد. از اون طرف نامه‌ای صریح رو رئیس نظام پزشکی استان گیلان خطاب به هم فرماندار هم مدیر کل آموزش پرورش این استان نوشته، از این جهت صریح که گفته که مسئولیت ابتلا و فوت هر دانش آموز یا آموزگاری مستقیما برمیگرده به کسانی که دستور بازگشایی مدارس رو دادن. آقای برزیگر اشاره کرده در نامش به مشکلاتی که وجود داره، از جمله من خیلی خلاصه ازش رد بشم، گفته که امکانات ICU به خصوص در بخش اطفال در ایران بسیار محدوده و از جمله اشاره کرده به بودجه‌ای که در اختیار مدارس و همینطور هزینه‌هایی که تحمیل میشه به خانواده‌ها برای اینکه مطمئن شن که اگر قرار باشه تستی بگیرن یا نه. اما از واکنش مقامات رسمی اجازه بده که بگذریم. این که آقای روحانی زنگ آغاز سال تحصیلی رو غیر حضوری زد، صدای خیلی از منتقدان رو در شبکه‌های اجتماعی در آورد. بسیاری از والدین به این موضوع واکنششون دادن و کسایی که حتی فرزندی ندارن این رو نوعی دورویی گفتن، ازش یاد کردن و در ادامه رویکرد مقامات جمهوری اسلامی در موضوع کرونا و همینطور بعضی حتی یاد جنگ ایران و عراق افتادن که چطور مقامات به گفته اونها در جای امنی بودن و بچه‌های مردم در جبهه‌ها. به هشتگ اشاره شده نه به بازگشایی مدارس، در طی این هشتگ به اون دوگانه اتفاقا اشاره شده که آقای روحانی میگفته در سخنانش تأکید داره که این دوگانه وجود نداره، اما روی همین دوگانه کم سوادی، بی سوادی و از اون طرف بیماری و مرگ تأکید کردن. یکی از والدین در توییتر نوشته بود که من بین کم سوادی فرزندم و احتمال بیماری و مرگ او اجازه بدید که کم سوادیش رو انتخاب کنم و اشاره کرده که اعتمادی نداره به مقاماتی که اشاره میکنن که اوضاع روبراه هست برای رفتن دانش آموزا به مدرسه. از اون طرف مثلا همونطور که تو گزارش سریع شنیدیم بعضیا به آقازاده ها اشاره کردن. یکی پیشنهاد کرده بود که خبرنگاران داخل ایران برن ببینن آیا فرزندان مسئولان که مشخصا در مدارس خاصی در تهران درس میکنن آیا اونها به مدرسه رفتن، شرایط اون مدارس چطور هست. خیلی این رنگ تبعیض هم اینجا پررنگ هست در تهران و شهرستان ها از یک طرف و مدارس حالا غیر انتفاعی یا مدارس دولتی، این که چطور امکانات بهداشتی در اونجا متراکم شده یا نه، سوالا و حرف و حدیث ها زیاده. از یه سمت دیگه هم ما بعضی اشاره کردم به بازگشایی مدارس در کشورهای دیگه. ما میدونیم که در بریتانیا هم مدارس حتی مقاطع خیلی پایین‌تر هم شروع به کار کردن، اما خب ضوابط مشخص‌تری تا اینجایی که ما میدونیم داره، به والدین دستورالعمل‌های خاصی مدرسه ها اطلاع دادن و همینطور مثلا در کره جنوبی که بازگشایی شده بود در مقطعی بعد از اینکه
کرونا در اونجا شدت گرفت، دوباره مدرسه رو بستن. باید ببینیم که آیا این اتفاق در ایران هم خواهد افتاد یا خیر. متشکرم از تو پویا قربانی. دولت بریتانیا برای اولین بار به طور رسمی بدهی 400 میلیون پوندی خود به ایران را پذیرفته و تلویحاً تایید کرده که حبس و حصر نازنین زاغری در ایران با این بدهی مرتبط است. وزیر دفاع بریتانیا در نامه‌ای به وکلای خانم زاغری گفته دولت در صدد پرداخت این بدهی است، خبری که امیدها به آزادی این شهروند ایرانی بریتانیایی را بیشتر کرده. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. حالا دیگر رسمی شده. بعد از 41 سال انکار و حاشا، دولت بریتانیا از زبان وزیر دفاعش پذیرفته که 400 میلیون پوند به دولت ایران بدهکار است و مهمتر آن که گفته در صدد است این پول را به ایران بدهد. قبلا دادگاه‌های بریتانیا در بخش‌هایی از این پرونده به نفع ایران رأی داده بودند، اما این اولین بار است که یک مقام عالی رتبه دولت بریتانیا وجود این بدهی و ضرورت پرداخت آن را تایید می‌کند. این یعنی شاید کار نازنین زاغری که خانوادهش در بریتانیا است ولی خودش در ایران در زندان و حصر است راه بیفتد. وزیر دفاع بریتانیا در نامه‌اش به وکلای نازنین زاغری چنین نوشته: با توجه به اختلاف نظر مالی ایران و بریتانیا، دولت ما اذعان دارد که بدهی ایران باید پرداخت شود و به دنبال راه‌های قانونی پرداخت این بدهی است. تا کنون نه ایران و نه دولت بریتانیا زیر بار نمی رفتند که بدهی 400 میلیون پوندی بریتانیا به ایران عامل اصلی بازداشت و ادامه حبس و حصر نازنین زاغری در ایران بوده و هنوز هم به صراحت چنین چیزی را نپذیرفتند. اگر ایران چنین حرفی را می پذیرفت، یعنی قبول می کرد که یک زن بیگناه را بر سر یک طلب مالی به اتهامات واهی دستگیر و عملا به عنوان یک گروگان از خانواده‌اش دور نگه داشته. اگر دولت بریتانیا چنین چیزی را رسما میپذیرفت، یعنی اینکه قبول کرده ده‌ها سال پول ایران را نداده، آنگونه که گاهی اوقات میگفت اصلا پولی بدهکار نیست. این پول تانک‌هایی است که ایران در زمان حکومت پهلوی از بریتانیا خرید ولی به خاطر وقوع انقلاب به ایران تحویل داده نشد. همسر نازنین زاغری از وقتی که او در ایران دستگیر شد مرتب به دولت ایران فشار آورده که همسرش را آزاد کند و برای آزادی همسرش به دولت بریتانیا فشار آورده تا پولی را که ایران می‌خواهد بدهد. نازنین زاغری در واقع زندانی اطلاعات سپاه است که می‌گوید او جاسوسی کرده. دو ملاحظه دولت بریتانیا این است: اول اینکه دادن بدهی ایران شاید به عنوان باج دادن به گروگانگیران تلقی شود. دوم اینکه شاید دولت دونالد ترامپ از دادن 400 میلیون پوند به ایران دلخور شود. شاید برای اینکه این اتفاق نیفتد، دولت بریتانیا دادگاه بخشی از پرونده این بدهی را یک روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 14 آبان تعیین کرده. این یعنی شاید حداقل تا 14 آبان این خانواده به هم نرسند. اما امید به یک وصال در کریسمس شاید دیگر خوشبینی محض نباشد. سیاوش اردلان، بی بی سی. از شهران تبری تحلیلگر مسائل بریتانیا پرسیدم چشم‌انداز پرداخت این بدهی از سوی بریتانیا به ایران را چطور می‌بینند. الان موقعی شده که شرایط بین‌المللی، شرایط منطقی و شرایط ایران هر سه دست به دست هم داده برای اینکه این امید باشه که ایران یک تغییر سیاست بده. ببینید، وقتی که آقای جانسون به عنوان وزیر امور خارجه وقتی که بود به ایران رفت، همون موقع میخواست این پول رو پس بده به ایران و امید داشت که همه فکر میکردن نازنین زاغری برمیگرده با آقای جانسون، ولی وزارت دفاع مخالفت کرد و در اون موقع گفت که این پول خرج تروریسم در خاورمیانه خواهد شد و مردم ما و نیروهای ما کشته خواهند شد. برای همین این پول داده نشد و مسئله به تعویق افتاد. ولی الان با تغییر شرایط وضعیت فرق کرده و همونطور که در گزارشتون گفته شد، دادگاه بعدی این قضیه در یک روز بعد از انتخابات آمریکاست. این به دلیل این نیست که بریتانیا نمیخواد آمریکا رو ناراحت بکنه، این به دلیل اینکه احتمال خیلی زیاد هست که آقای بایدن انتخاب بشه. برای همین میگم که اگر آقای بایدن انتخاب بشه، احتمالاً برجام یک مرور دیگری خواهد شد. اتحادیه اروپا و آمریکا هر دو و بریتانیا در یک به اصطلاح توافق هستند که مسئله برجام رو دو مرتبه گفتگو کنن راجبش. البته شرط و شروط جدیدی خواهد بود، همطور که فرانسه و آلمان هم گفتن، فقط آمریکا نیست، اونها هم گفتن باید شرط و شروط جدیدی باشه، برجام رو دو مرتبه برقرار کنن و تحریم ها رو رفته رفته بردارن. به این معنی پول بریتانیا هم این پول رو خواهد داد.
گفتگویی بود با شهران طبری، تحلیلگر مسائل بریتانیا. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. با وجود نگرانی‌ها از شیوع دوباره کرونا، حسن روحانی سال تحصیلی را به صورت مجازی افتتاح کرد. وزیر دفاع بریتانیا به وکلای نازنین زاغری گفته دولت این کشور به دنبال راهی برای پرداخت بدهی فروش تانک به ایران در دوران پهلوی است. در ادامه برنامه، بازار پر رونق آثار هنری در شبکه‌های اجتماعی افغانستان. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در یک برنامه تلویزیونی گفته بازار بورس در ایران دستکاری می شود. محمد رضا پور ابراهیمی گفته به سرمایه گذاران به عمد اطلاعات غلط و گمراه کننده ارائه می شود. او به جزئیات بیشتری اشاره نکرده، ولی تأکید کرده که قیمت سازی کاذب و دستکاری در قیمت ها وجود دارد. بازار بورس ایران بعد از چند هفته سقوط امروز دوباره روند صعودی داشته. آرش حسنیا روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ با ما هستند. در این باره بیشتر صحبت کنیم. آقای حسنیا، چقدر این موضوع دستکاری و مداخله دولت در بورس که از سوی نمایندگان مجلس مطرح میشه جدیه؟ خب از سخنان آقای پور ابراهیمی، اونطور که اون گفتگو رو میشنویم و میخونیم، چنین برمیاد که در یک سطحی صحبت از دستکاری قیمت کردند و مصادیقی رو براش اشاره کردند، مثل اینکه مثلا در فضای مجازی برای شرکتی که ارزش واقعی سهام او چیز دیگری است، ارزش دیگری اعلام میشه، یا اینکه اطلاعات نادرستی به بورس ارائه میکنه اون شرکت، که خب به لحاظ در واقع مصادیق میشه گفت و میشه این بحث رو در راستای در واقع مشکلات اداری یا عملیاتی بورس طبقه بندی کرد. اینکه به هر حال شفافیت اطلاعات یا صورت‌های مالی بیشتر برمیگرده به توان سازمان بورس برای نظارت بر شرکت‌ها و اعمال قدرت بر شرکت‌ها برای اینکه اطلاعاتشون رو شفاف و دقیق ارائه بکنند. اما در سطح دیگری اگر این دستکاری رو عام‌تر مفهومش رو تلقی بکنیم و به مفهوم مداخله دولت یا حاکمیت در بازار سهام در نظر بگیریم، اون وقت این امر جدیدی نیست. یعنی در تمام دوره‌های دولت‌های مختلف و در دوره‌های مختلف سازمان بورس اوراق بهادار ایران این مداخله انجام شده. این مداخله از تغییر مکرر قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی بورس اتفاق می‌افته تا تغییر مدیران سازمان بورس از سوی وزرای اقتصاد تا دیگر مداخلاتی که ما شاهدش در دوره‌های مختلف بودیم، از جمله این که شرکت‌های حقوقی رو ملزم به این بکنند که تکلیفی داشته باشند برای خرید و فروش در بورس، جمع کردن صف‌های فروش، یا اینکه سیاست‌های دولت رو پیروی بکنند و حضورش چشمگیر یا اظهار نظرهای فراوان دولت مردان، هم از رئیس جمهوری، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، که همگی در واقع به نوعی مداخله در اصولا نوسانات در بازار بورس ایران خیلی شدید هست. چقدر، چرا و این چقدر با بورس‌های دیگر دنیا قابل مقایسه است این نوسانات شدیدی؟ درسته، این ویژگی خاص بورس ایران به ویژه در دوره اخیر هست که یک رشد بی سابقه ای رو در حدود 3 سال گذشته شاهد اون بوده. به نوعی در واقع امر معمول تحلیل بورس ایران با شیوه هایی که رایج هست در بورس های دیگه غیر ممکن هست. این بورس روند ثابتی نداره، نوسانات شدیدی رو شاهد هست، نوسانات سینوسی رو داره، تمام بورس با هم حرکت های بالا و پایین رو انجام میدن و به هر حال ویژگی خاص بورس ایران هست که البته برای اون دلایل مختلفی هم میشه برشمرد. یکی از مهمترین اونها در واقع خیلی عظیم سهامداران خرد و آماتوری هستش که در همین دوره رونق اخیر به بورس اضافه شدن، حرکت‌های هیجانی که اونها میکنن، آموزشی که وجود نداره در این وضعیت، و همینطور عامل سیاسی و عامل خارج از بورس. در واقع میشه مصادیق زیادی رو هم برای اونها برشمرد، اعلام طرح گشایش اقتصادی که آقای روحانی اعلام کرد و بعد نشدن اون، یا مسائلی که بر سر ناهماهنگی سر دارا دوم به وجود اومد بین ناهماهنگی وزارت اقتصاد و وزارت نفت. عوامل حتی بیرونی تر برگرفته از سیاست خارجی، همگی اینها باعث میشه که بورس ایران روند نداشته باشه به این مفهوم که قابل پیش بینی نباشه، کف و سقفی برای نوسانات اون نشه پیش بینی کرد و در نهایت شاهد چنین نوسانات سینوسی بالا و پایینی باشیم، اگرچه کماکان
تورم فعلی، انتظارات تورمی و رشد نقدینگی و همینطور ابزارهای دیگه‌ای که دولت به کار می‌گیره، مثل بازار بدهی، انتشار اوراق بدهی دولتی و اینها، مهمترین عوامل مؤثر بر حرکت آتی بورس خواهند بود و سهامداران میتونن با اشاره و با توجه به این نوسانات و این شاخص‌ها حرکت خودشون رو و موقعیت خودشون رو در بورس ممنونم از شما. آرش حسنی، روزنامه‌نگار اقتصادی در پراگ. برنامه رو با چند خبر کوتاه پی میگیریم. برخی منابع خبری اساساً یونسی وکیل پرونده برادران افکاری نقل کردند که نوید افکاری و دو برادرش از محل نگهداریشان در زندان به نقطه نامعلوم منتقل شدند. در روزهای اخیر احکام قصاص و اعدام که برای نوید افکاری صادر شده و همچنین محکومیت دو برادر او به زندان‌های طویل مدت خبرساز شده است. این سه برادر در ارتباط با اعتراض‌های مرداد 97 در شیراز به اتهام قتل و محاربه محاکمه شده بودند. برادر غلامرضا منصوری، قاضی سابق ایرانی که کمتر از 3 ماه پیش در رومانی درگذشت، گفته خودکشی با روحیات برادرش همخوانی نداشته. منابع قضایی در رومانی به تازگی اعلام کردند که مرگ قاضی منصوری در پایتخت آن کشور نتیجه اقدام به خودکشی بوده. برادر آقای منصوری به سایت خبری مدارا گفته سفارت ایران در رومانی در بازگشت قاضی منصوری به ایران کارشکنی کرده و سفیر ایران در بخارست باید محاکمه شود. غلامرضا منصوری از متهمان پرونده فساد در قوه قضاییه ایران بود. شبکه‌های اجتماعی در افغانستان به شماری از هنرمندان افغان کمک کرده تا بازاری برای فروش آثارشان فراهم کنند، از جمله حکاک‌ها که هنرشان با وجود سابقه طولانی حالا کمرنگ شده. خاطره امید از معدود حکاکان زن در هرات است که میگوید استفاده از شبکه‌های اجتماعی سبب شده رونق کارش نسبت به گذشته 3 برابر شود. حکاکی روی سنگ در هرات پیشینه‌ای درازی دارد. این تنها کار روی یک تابلوی کوچک فلزی نیست. کار برای احیای هنر چند صد ساله هم هست. حکاکی در هرات در دهه‌های اخیر به شدت کمرنگ شده. بازار این آثار هنوز کساد است. اما در مقایسه با سالهای پیش، به برکت شبکه‌های اجتماعی رونق بیشتر یافته. در این اواخر از صفات اجتماعی به خاطر رونق بیشتر حکاکی خواستم که من استفاده کنم. نسبت به گذشته در بخش فروشات یا سفارشات ما یعنی سچم شده. در سابق مثلا ما در هر ماه اگر در حد 200 نامه بروم 5 تابلو بیشتر از اون سفارش نمیگرفتم، حالا شده 15 تا شده یا 10 تا شده. یعنی نسبت به گذشته تاثیر مثبت گذاشته. حکاکی تنها مهارت هنری نمیطلبد، از لحاظ فیزیکی هم کار سخت و زمان بر است. شهروندان جامعه جنگ زده و فقیر افغانستان کمتر می توانند خریداران این تابلوها و آثار باشند. چشم امید خاطره امید به نمایشگاه های کلان در بیرون از افغانستان دوخته شده است. توقع میره که به دیگه کشورها اگر نمایشگاه میشه یا بازارهای خارجی با معرفی اگر ما سهمی بدن و ما با معرفی بگذاریم، هم در قسمت بخش فروشات ما خوب است، ما میتونیم که از اونا سفارش بگیریم و هم اینه که خود هنر حکاکی افغانستان با معرفی گذاشته. هرات از گذشته های دور در کنار نقاشی و خوشنویسی مهد هنر حکاکی هم بوده است. در سالهای اخیر شماری از کتیبه ها و سنگنوشته های ارزشمند تاریخی از مقابر مشاهیر فرهنگی هرات سرقت و به بیرون از افغانستان قاچاق شده است. در این اواخر سنگنوشته های کشف شده توسط نیروهای امنیتی و همچنین کتیبه هایی که برای جلوگیری از سرقت شدن از مقابر مشاهیر فرهنگی هرات جمع‌آوری شده در این اتاق نگهداری می شود. در اینجا نوشته شده عمل محمد. اینها نمونه های برجسته هنر اصیل حکاکی هراتند. آقای سلجوقی بوده. مسئولان فرهنگی هرات می گویند به زودی برای این آثار یک موزیم ویژه ساخته می شود. محمد قاضی‌زاده، BBC، هرات. تا
تعداد کسانی که در هند به کرونا مبتلا شدند حالا از مرز 4 میلیون نفر گذشت. آماری که همچنان رو به افزایش است. اما در این میان خبر امیدوار کننده این است که شرایط بحرانی این روزها در هند شاید بتواند به حل مشکل جهانی کرونا کمک کند. گزارش از یوگیتا لیمایا از ممبای را ببینیم. روزی دیگر در خط مقدم جنگ با کووید 19. فعلا نشانه از پایان نبرد نیست. دکتر سومیتری که این ویدیو را برای ما فرستاده ماهاست مشغول مداوای بیماران بدحال است و ناگزیر به ده ها خانواده خبر مرگ عزیزانشان را داده. خستگی دارد دکترهای هند را از پا می اندازد. چند هفته پیش به نظر می رسید که وضعیت پایتخت رو به بهبود است، اما حالا دوباره امکانات و وسایل درمانی کم شده. داریم موج دوم رو می گذرونیم. نه فقط دهلی، بلکه در شهرهای کوچک اطراف هم وضعیت همینه. بیمارانی که دستگاه های تنفس مصنوعی بهشون نرسه می میرن. من و همه دکترها نگران رسیدن به اون نقطه ایم. پاندورام رایکر 42 ساله هفته قبل به کووید مبتلا شد. او در پونا درگذشت، شهر کوچکتری که یکی از بدترین شرایط شیوع در هند را دارد. خانواده‌اش میگویند دلیل مرگش کمبود امکانات درمانی و تنفسی بود. اگه آمبولانسی بود که برادرم را به بخش مراقبت ویژه یه بیمارستان برسونه الان زنده بود. هند روزانه بیش از 1 میلیون تست کرونا میگیرد، اما این تعداد برای مهار شیوع ویروس کافی نیست. قرنطینه دوباره هم گزینه خوبی برای اقتصاد آسیب دیده هند نیست. دولت میگوید نسبت کسانی که مردند به کل جمعیت هند پایین‌تر از خیلی از کشورهای دیگر با شرایط مشابه همه‌گیری است. تا حالا فقط تئوری‌های تایید نشده‌ای درباره چرایی این موضوع مطرح شده، ولی اگر شیوع کرونا همینطور ادامه پیدا کنه، جان صدها هزار هندی دیگه هم در خطره. و در شرایطی که امید تمام دنیا به کشف واکسن کرونا است، هند میتواند بخش مهمی از تلاش‌های جهانی باشد. اینجا یکی از کارخانه‌های بزرگترین شرکت تولید کننده واکسن در جهان است. هر ماه اینجا ده‌ها میلیون دوز از 5 واکسن احتمالی کرونا تولید می‌شود، از جمله واکسن دانشگاه آکسفورد. 70% ظرفیت تولید واکسن دنیا از هند میاد. از رئیس این شرکت پرسیدم چه وقت ممکن است واکسن آماده شود. معمولاً 3 تا 5 سال زمان میبره. با سرعت داریم کار میکنیم. احتمالاً 2 ماه و نیم تا 3 ماه دیگه یکی از این واکسن‌ها مجوز میگیره. اما اینکه بهتری واکسن خواهد بود یا نه رو نمیدونم. اما حتی اگر واکسن تولید هم بشود، واکسینه کردن بیشتر از 1 میلیارد نفر هزینه و زمان فراوانی میخواهد. رسیم پایین این بخش خبر. ممنون از همراهیتون با بی بی سی فارسی.